سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من محسن هستم و امروز میخوام در مورد نرم افزار خرید آنلاین اینستاکارت باهاتون صحبت بکنم. من یه چند وقتی هست که دارم از اینستاکارت استفاده میکنم و انصافا چیز خوب باحالیه و گفتم که حتما یه ویدیو در موردش بذارم و در واقع نحوه استفاده از سایت رو توضیح بدم. اینستاکارت واسه خریدهای گروسری میتونید ازش استفاده بکنید. من خودم شخصا حضوری میرفتم هر فروشگاهی میخواستم برم، حالا فروشگاه والمارت، نمیدونم سوپر استور، سوبیز یا جای مختلف میرفتم خریدامو انجام میدادم. ولی خب به دلایل مختلف ممکنه که شما سرت شلوغه، ممکنه که ماشین نداری، یا برای ممکن خریدت زیاده و میتونی از این در واقع اپ های خرید آنلاین استفاده بکنی که خب معروف ترینش هم اینستاکارته. پس باز میگم اینستاکارت واسه خریدای در واقع گروسریه، یعنی خرید هفتگیتون، نمیدونم مرغ میخواید، ماهی میخواید، سبزی، میوه، چیزای اینجوری رو میتونید از اینستاکارت خرید بکنید. فکر میکنم میتونید خب یک بار دوبار استفاده کنید ببینید چجوریه. معمولا یکی دوبار اول یه تخفیفاتی هم بهتون میده، ولی اگه دوست داشتید خوشتون اومد میتونید اکانت یک سالش رو بگیرید که فکر میکنم 79 80 دلار باشه اکانت یک سالش. ولی اگه اکانت یک ساله رو بگیرید کلا همه دلیوریاتون رایگان میشه. مثلا آمازون اگر اون پرمیومش رو بگیرید خب همه دلیوریاتون رایگان میشه. و میام میتونید اگه خیلی در واقع چیز جالبی، اگه دوست داشتید میتونید اکانت یک سالش رو بگیرید، به نظرم ارزش داره. ولی باز میگم که اینستاکارت واسه خریدای گروسریه، مثلا با نرم‌افزارهای دیگه فرق میکنه، نرم‌افزارهای مشابهش. مثلا آمازون طبیعتاً سایت معروفیه ولی بیشتر واسه وسایل خونه است، نمیدونم میز، صندلی، گوشی موبایل، لپتاپ، یا چیز مختلف. حالا تو آمازون که همه چی پیدا میشه، ولی واسه خریدای روزمره یا هفتگی کسی نمیاد از آمازون استفاده کنه. یا مثلا واسه خرید لباس خب شین خیلی معروفه. یا مثلا اگه شما بخواید دلیوری غذا میخواید بکنید، مثلا نمیدونم میخواید از یه رستوران یه همبرگر، پیتزا یا چیزی اینجوری سفارش بدید، خب مثلا دورداش هست یا اوبر ایت هست مثلا، یا اسکیپ دی دیشز هست مثلا واسه اون خرید اونجوری. ولی اینستاکارت واسه خریدهای گروسریه. خب حالا بریم با هم نوع استفاده از سایت رو ببینیم. آیکون نرم افزار این هویجی شکل است که اینستاکارت در واقع بزن روش. این بالایی بالا فروشگاه مختلف نشون میده. من یک کاد بکشم دورش، کادر زرد، این فروشگاه مختلفه. همونجوری که گفتم این فروشگاه با توجه به شهرتون ممکن فرق بکنه. مثلا اینجایی که بالا مثلا والمارت هست، هولسل هست، شاپرز هست، پت اسمارت هست، اون پایینتر مثلا کاسکو، سوپر استور، سفورا، مثلا استیپل، چیزهای مختلف هستن. یه سریشون در واقع گروسری هستن، مثلا والمارت و هولسل و کاسکو و سوپر استور. یه سریشون چیزهای دیگه، مثلا از شاپرز خب میتونید مثلا دارو بخرید، وسایل زیبایی بخرید، بهداشتی بخرید. سفورا هم اینجوری، مثلا پت اسمال اگر سگ یا گربه یا حالا پت دیگه داشته باشی میتونید وسایلش رو در واقع از اونجا بخرید. پس اینجوری همینجوری که میبینید غیر از اون خریدایی که گروسری هست، خب خریدای روزمره دیگه هم که ممکن طرف نیاز داشته باشه میتونه از این اپ اینستاکارت در واقع استفاده بکنه. اینجا پایین‌تر هم دسته‌بندی کردن، مثلا گفته گروسری، الکترونیک، وسایل برقی، کانوینینس، هولسل، بیوتی، گیفت، پت و چیزهای مختلف. یعنی اینجا یه دسته‌بندی هم کرده. مثلا گروسری بزنیم احتمالاً اون فروشگاهی که گروسری دارن نشون میده، مثلا والمارت هست، سوپر استور از کاسکو هست، اون چیزایی که گروسری هست رو نشون میده. خب بیایم پایین تر، این پایین در واقع اپ، حالا من باز دورش کات بکشم، اینجا مثلا گفته که پیکاپ داره، رسیپی داره، دیل داره. دیل در واقع اون قسمتی، پیکاپ فکر میکنم اینجوریه که، حالا من خودم پیکاپ امتحان نکردم، ولی احتمالا اینجوریه که میتونید برید خودتون خریدتون از اون فروشگاه مثلا فقط بردارید پیکاپ بکنید. دیل هم در واقع نشون میده که تو فروشگاه مختلف چه تخفیف هایی الان داریم. مثلا اگر روی دیل بزنیم الان، اوکی، اگه بیاد یک لحظه، مثلا گفته فروشگاه کاسکو مثلا اینا تخفیف خوردن، یا فروشگاه استیپل اینا تخفیف خوردن، یا مثلا توی سفورا مثلا چی تخفیف خورده. رکسال مطمئن نیستم، فکر میکنم اینم باز وسایل بهداشتی و آرایشی اینا داره. اینم پس قسمت دیلش هم در واقع اون چیزایی که تخفیف خورده تو فروشگاه مختلف بهتون نشون میده. اوکی، حالا برگردیم به صفحه اول.
اگر من قسمت سرچ رو بزنم خودش یه دسته بندی هایی داره، مثلا recommended search، مثلا eggs، potatoes، چیزهای مختلف داره، یه سری دسته بندی. مثلا دسته بندی اول همون مواد غذاییه، بعدش بیوتیه، بعدش پته، بعدش هم الکل مشروبات و ایناست. پس اگه دنبال چیز خاصی باشید که در اسمش رو ندونید، نمیتونید از این دسته بندی استفاده بکنید. ولی حالا به صورت کلی من میخوام در واقع خریدم انجام بدم. خب ببینیم چی نیاز داریم. خب تخم مرغ که قطعا من قبل از که خریدم انجام بدم، من چون میخوام همه خریدامو از نرم افزار والمارت انجام بدم، میتونید از چند تا فروشگاه هم خرید کنید، هیچ مشکلی نداره، ولی من کلا دوست دارم که خریدامو از نرم افزار والمارت فعلا انجام بدم، خریدی که امروز دارم در والمارت. پس در واقع دکمه والمارت رو زدم و خریدم از والمارت انجام میدم. چیزایی که میخوام فلفل دلمه نیاز دارم. اگر بسته ای رو داشته باشه خب خیلی بهتره. ببینم بسته ایشو داره. بسته ای مثلا اینه، شبیه به اینه. اگر مدل های 6 تاییشو داشته باشه باز هم بهتره. خب مثل که چیزی که داره همینه. خب پس اینو فعلا اد تو کارت میکنم، به کارتم اضافه میکنم. بعد یک بار دیگه چک کنم ببینم غیر از این چیزی نداره. خب نه، غیر از این چیزی نداره. پس همین رو به کارت اضافه میکنم. خب دیگه چیزی که میخوام، برگردیم به عقب. خب دیگه قارچ میخواستم که اونم سرچ کنم، مشروم میاد. خب من معمولا این قارچ رو میگیرم که خب این بار هم همونو میخوام بگیرم، add to cart. یک دونه به کارت اضافه شد. خب دیگه چه چیزی نیاز دارم؟ تخم مرغ نیاز دارم که تخم مرغ رو میخوام اضافه بکنم. تخم مرغ رو ببینیم بستهاش چجوریه. جلوی بعضیش مثلا نشه بستله، خودش مثلا گفته این چی در واقع نسبت به قیمتش خوبه. خب من همین بستله رو ازم بسته تخم مرغ 12 تایی که روش برید، مثلا یه سری جزئیات هم در مورد اون بسته گفته. حالا اینم به کارت هم اضافه میکنم، از تو کارت. برگردیم دیگه چی می‌خواستیم. اوکی خب اوکی بعد از این من ماست هم میخواستم ببین. حالا اگه بعض وقتا یه سه چیزها رو خودش ریکامند میکنه، حالا ماست هم بزنیم. حالا میشه از این دستبندی ها مستده که گرد. خب ماست هم ببینیم چی داره. یک مارک حلال هست، مزهش بهتره، چون خیلی از این ماست ها همیشه شرینن، ارزش نداره. خب اینو اضافه میکنم. خب این هم اضافه شد. خب چیز دیگه که میخواستم یه خورده میوه بگیرم. ببینیم خب این موز مثلا که اینجا گفته بایته، که این احتمال قبلا خریدم، باز میخرم همینو. فقط ببینم این چجوری دونه ای هست. خب این موضوع به اساس تعدادش میتونه بخرید. مثلا فعلا میگیم که گفته قیمتش 38 سنت هر دونه ای است. خب من چند تا سفارش، 5 تا 6 تا سفارش. اوکی اینم به کارت اضافه شد. خب دیگه چی نیاز داریم؟ میوه ببینیم چی داره دیگه. میوه یک بسته توت فرنگی هم قبلا گرفتم، چیز خوبی بود، بگیریم یک بار دیگه. اگر سیب هم داشته باشه خیلی چیز خوبی. سیب اگر بسته بندی باشه خیلی بهتر. ببینیم سیب اینجا هست. خب اینا دونه هم گفته دونه یک دوره، ولی من اون مدل بسته ایشو میخوام بخرم اگه داشته باشه. آره اینا بسته این که فکر میکنم بهترن. این مدل سی و بسته رو میخوام.
یعنی وزنش چقدر؟ قیمتش 4.98، دیتیلزش چقدر؟ گفته 4.3 پونده. بله این چیز خوبی، این سیب هم میخریم. خب ببینیم پرتقال هم اگه داشته باشه که خیلی خوب. اینجا این دیگه پرتقال داره، فکر میکنم دیدمش، اینم پرتقال. بعد این کلمتن، مطمئن نیستم که چیز خوبی باشه. این ارگانیک اورنجی که به دردمون میخوره. گرپ فروت، بذارید سرچش کنم. اورنج خب، اورنج جوس که نه، اورنج بسته اینجوری میخوره. خب اینم اضافه میکنه، این که 5 بست سلر در واقع 5.63 دلار. اینم اضافه کردیم. خب میریم ادامش. دیگه چی میخواستیم؟ یک بسته همبرگر هم میخوام بخرم. همبرگر ببینیم بسته هاش چیشه. این بسته که استور چویسه فکر میکنم چیز خوبی. اینم بذارید پایین ترم نگاه بکنیم چی داره همبرگر. خب نه، همون بالایی رو، این یکی جزئیاتشو ببینیم. بیف همبرگرش، بیف این تو گفته تیرش چند تاست؟ 8 تا همبرگر توش داره، هر کدوم هم 113 گرمه، در مجموع 904 گرم. خب اینم اضافه میکنه. ببینیم ناگت هم داره. ناگت چیکن ناگت، خب چیکن ناگت هم اگه داشته باشه میگیرم. فقط مدلاشو ببینیم. این مدل گرید چیکن ناگت فکر میکنم خوشمزه باید باشه. 4.98 دلار، وزنش هم 800 گرم. خب اینم اضافه میکنیم. خب غیر از اینا واسه مرغ بگیرم. چیکن، خب چیکن برست و چیکن تینگ، سینه یا رون. حالا چیکن فعلا بزنیم. این قیمتش میگه خب اینا بسته بندی مختلف چیکنه. این یکی رو قبلا خریدم. خب قیمتش بسته 15 دلار و 20 سنت، وزنش هم 1.67 کیلوگرم. یعنی گفته قیمت هر کیلو شدن 9 دلاره. آره این چیز خوبیه، میخریم دوباره، قبلا هم گرفتم. خب برگردیم ببینیم دیگه چه نیاز داریم. مرغمون هم گرفتیم. خب حالا این سری سبزیجات بگیریم. لتس اوکی، یه کاهو بگیرم. خب کاهو قبلا این مدل رو گرفتم، ولی این سری از این مدلش بگیرم فکر کنم بهتره. ببینم قیمتش چجوریه. رومانی لتس 2.98 دلار. گفته سینگلز دونه فروخته میشه. ببینم بسته ای اگه داشته باشه فکر میکنم بهتر. این چجوری است؟ خب حالا پس همینو میخرم. دو تا از این میگیریم. ببینیم چجوری. خب بریم ادامهش. خب دیگه خیارم میخواستم بگیرم. کیوکمبرز این هم این بستش خوبه، 1 پونده، 4.98 دلار. این هم اضافه میکنیم. add to the cart. خب ببینیم حالا پنیر رو مطمئن نیستم داشته باشه. پنیر فیلادلفیا داره والمارت، خوبه. حالا ببینیم داریش
یا نداره الان آنلاین، چون بعضی وقتا یه سری چیزایی الان ممکن نباشه. چیز این چیزایی که میاره که درست نیست. حالا ببینم، پنیر چیزه، پنیرهای مختلف، ببینم فیلادلفیا توش پیدا میشه. پنیر، چون پنیر اینجا خیلی ریسکیه، پنیرهای اشتباه ما زیاد گرفتیم، مزهشون به درد نمیخورده. بعد حتما همون مارک گیر رو بگیری که قبلا تست کردیم. اینه که نیستن، برای این چیزی که با اون چیز داشت به درد نمیخورد. چیز سلای، چیز سرین، چیز دسته بندیاش داره. نه توی دسته میلک بریم، شاید پیداش کرد. شاید این نفت همون شیرها رو نشون ده، گفتم شاید لبنیات رو نشون بده. خب کنند، یه چیپس میخواستم بخرم، چیپس رو چک کنیم. بس یه چیپس هم در واقع میتونیم این رو بگیریم، گریت ولیو، مارک خوبیه. اینم اد تو دکارت. خب یه دونه هم میتونیم از این لیز بگیریم، یه دونه کلاسیک هم از این بگیریم. خب دیگه چی نیاز داریم؟ یه کیکی، بیسکویتی، چیزی هم بگیریم به عنوان اسنک. خب لازم من یک بار دیگه چیپس رو نگاه کنم ببینم چیزی دیگه توش نبود. یه دون از اینم اضافه میکنیم. فک. خب یه دونه کیک و بیسکویت ببینیم داره. اوکی، حالا بیسکویتمون هم بگیریم. بیسکویت، بیسکویت، حالا دستی بیسکویت ببینیم چی داره. خب حالا فعلا یه دونه شیر عسل اضافه بکنیم تا این بیسکویتی چیزی میتونیم توش پیدا کنیم یا نه. این یکی موردش. بعد نیست، اینو میتونم اضافه بکنم. آره اینم من قبلا گرفتم، اینم خوشمزه است. توی معمولا توی استور که میتونی قسمت اینترنشنال خوشمزه از این یه بسته بیسکویت خوشمزه است. این هم اضافه میکنیم. خب فکر میکنم دیگه هر چیزی که نیاز داشتم و خریدم. حالا یه لحظه یک کیک هم نگاه کنیم کیک چیزی داره یا نه. کیک خب بساطه، چون چیزای دیگه گرفتم که کل خیلی چیز مهم نیست. و تنها چیزی که پیدا نکردم پنیر فیلادلفیا میخواستم که پیدا نشد. یک بار دیگه سرچ میکنم ببینم پس یا نه. فیلادلفیا، آه پیدا شد. خوشم میاد که همه کیوردار رو گذاشتم میشه همه چیز پیدا کرد. خب آه این پنیرم قبلا گرفتم، پنیر خوبی. یک بار دیگه بگیرم پنیر فیلادلفیا رو. اوکی فکر میکنم دیگه همین خریدار رو انجام دادم. بریم توی سبدمون ببینیم چی داریم. یک بار دیگه قبل از اینکه سفارش بدیم چک بکنیم. من چون اکانت در واقع گرفتم، کارتو گرفتم، دلیوری هم اصلا رایگان، اون بالا نوشته کلا خریدم شده. اولا که فروشگاه والمارت گفته که تا ساعت 6 و 25 دقیقه دلیوری انجام میشه، یعنی حدودا تا 1 ساعت 2 ساعت دیگه. کلا شده 106 دلار خریدم. که خب خریده چی هن؟ فلفل دلمه شده، یک بسته ستایی شده 4.88 دلار.
ماشروم اینو برداریم، قارچ شده 2.54 دلار، یک بسته تخم مرغ 12 تایی شده 4.58 دلار، ماست 2.98 دلار، 6 تا موز 2.31 دلار، یک بسته توت فرنگی 6 دلار، سیب یک بستش 4.98 دلار، نارنگی 5 دلار، چیز ببخشید پرتقال فکر میکنم، آره پرتقال گرفتم 5.63 دلار، یه بسته همبرگر فکر میکنم 8 تایی بود 11 دلار، ناگت حدودا 5 دلار، دوباره مرغ 15 دلار، دو تا کاهو گرفتم حدودا 6 دلار، یک بسته خیار حدودا 5 دلار، بعد گریت ولی این چی، اینم چیپس یه دونش هست 1.5 دلار، اون یکی هم حدودا 3 دلاره، پفک 3 دلار، یک بسته حالا شیرینی شیرین شبیه شیرین عسل 6 دلار، اینم یه دونه چیزه شبیه بیسکویت 3 دلار حدودا 4 دلار، یک بسته بیسکویت دیگه حدودا 6 دلار 5.98، و نهایتا یه دونه پنیر فیلادلفیا 4.98 دلار. اوکی فکر کنم همه چی اوکی، اگر حالا به هر دلیل چیزی هم اشتباه بود که خب میتونم بردارم ریمووو بزنم و برش دارم، دکمه ریموو داره. اد اینستراکشن مثلا اگر چیز خاصی هست مثلا میتونید بهش اضافه کنید دیگه، مثلا میگید اوکی این اگر این فرزن ماست رو پیدا نکردی به جاش کدوم ماست رو بگیر، میتونید اینا رو بهش اضافه بکنید. خب بریم توی چک اوت دیگه حساب کنیم. بعد گفته که اینا رو اگه دوست داری بخری، یا حالا قبلا احتمال نشد خریدم، حالا پیشنهاد میدونه مهم نیست. Save and continue گفته که delivery instruction، مثلا میتونی بنویسی که مثلا من تو آپارتمان هم نمیدونم اومدی در خونه فلان، شماره رو بزن، حالا یه مورد خاصی بهم زنگ بزن، من خونه نیستم مثلا بذار در خونه، حالا اگه مورد خاصی باشه میتونی اونجا بنویسید. اوکی از اینجا بعد میگه اوکی حالا کی قرار به تحویل بدیم، اگر خیلی زود بخوای تحویل بگیری خب 2 دلار اضافه بده زودتر تحویل بهت بدیم، استاند حالت اول پرایوریتی داره که سریع تحویل میده 2 دلار بعد اضافه بده. استاندار یعنی این که خب نه عجله ندارم، اگه گفته ساعت 7:50 تا 9:30 تحویل میدم و فری چیزی اضافه نمیشه بهش، الانی که من دارم این سفارش رو میدم ساعت 4:40 ساعت 4:40 بعد از ظهر، یعنی اگه 3 ساعت دیگه بیاره خب چیزی اضافه نمیشه، که من حالا عجله ندارم پس همون استاندارد رو میزنم. حالا مثلا میتونید فردا اینا رو انتخاب کنید که مشکل نداره. گزینه آخرش جالبه، گفته اگر میخوای فردا به تعویض بدید 2 دلار به تخفیف میدیم، اگر عجله ای نداری دوست داری فردا خرید رو دریافت بکنی 2 دلار به تخفیف میدیم. حالا من ترجیح میدم که امشب خریدم و دریافت کنم، گزینه سوم رو میزنم choose to our بخش، گزینه دوم یعنی استاندارد رو میزنم فری. خب پایین تر اومده جزئیات رو گفته، گفته که کل حساب تو تا کل خریدت شده 106 دلار، دلیوری فی نمیدم چون حالا من اکانت یه سالش رو گرفتم دلیوری فی نمیدم، سرویس فی تو حالت عادی 7.99 دلار، ولی باز چون من اکانت یک ساله رو خریدم بهم تخفیف داده، تکس هم که خب طبیعتا داریم تکس حدودا شده کمتر از 1.88 دلار، کل هزینه شده 117 دلار. خب این از خب حالا بریم سراغ پرداخت. اینجا یه چیزی هم زده گفته دلیوری فی به صورت دیفالت میگه یک تیپی هم به اون راننده بدید، خب حالا رو خرید من 5% گفته تیپ، یعنی 5 دلار رو
34 سنت تیپ میدی. اگه دوست داشته باشید زیادترش هم بکنید میتونید خودتون تغییر بدید. خب حالا اینجا گفته که پیمنت چجوری میخوای پرداخت بکنیم، که خب همون روش همیشگی با کارت پرداخت میکنیم. خب دکمه پرداخت رو زدم و خرید انجام شد. حالا ادامش این اومده. خب اینجا مثلا نشون میده اون آیتم هایی که سفارش دادی، میگه اگر این رو پیدا نکرده دوست داری واسه چیز دیگه بخره. حالا واسه همه گزینا مثلا میگم کاوه گفت اگه این کاوه رو پیدا نکرد چیکار کنه، کلا چیز دیگه ای نخره، یا اینکه نه مثلا با یه آیتم دیگه جایگزین میکنی. که من کاوه خیلی واسه هم مهم نیست مدلش چی باشه، خب اگر فرضاً اون رو پیدا نکرد میگم این مدل رو واسه هم بخر. در مورد این بیسکویت هم خیلی واسه هم فرقی نمیکنه، همشون فکر کنم یه مزه رو داره. اگر فرضاً این رو پیدا نکرد میگم این مورد دومی رو واسه هم بخر. پس اگه یه آیتمی رو پیدا نکرد، مثلا استرابری توت فرنگی، میگه اگه پیدا نکرد چیکار بکنه، کلا ریفاند کنه، دکمه ریفاند بزنه، که اگه پیدا نکرد خب هیچ چیزی واسم نخره، پولش رو برگردون به حسابم، یعنی که ریپلیس کنه با یکی از این آیتم هایی که گفته جایگزین کنه. گزینه اول گفته که ریپلیس با شاپر سجستشن، خودش بهت پیام میده مثلا میخوای اینو واسات بگیرم، مثلا تو استور این هست مثلا میخوای واسات بگیرم یا نه. اگرم نه که خودتون میتونی از اینجا انتخاب بکنید. مثلا توت فرنگی رو پیدا نکرد مثلا واسه هم رزبری بگیره، یا بلوبری بگیره، یا نمیدونم هندونه بگیره، هر چیز دیگه میتونه. حالا من ترجیح میدم که اگر در واقع پیدا نکرد بهم ریفاند کنه واسه یه استرابری. پس یا استرابری رو واسه هم بخره، یا پیدا نکرد دیگه پولش رو ریفاند کنه. در مورد مرغ هم خیلی واسه هم فرقی نمیکنه، اگر اون رو پیدا نکرد میتونه واسه هم این مدل رو بخره که اینجا واسه زدم. در مورد شیرین اثر فکر نکنم جایگزین خاصی داشته باشه، میتونم بگم اگه چون شیرین اثر همیشه هست، اگه پیدا نکرد ریفان کن. نیازی نداره که همه گزینه ها رو الان اینجا سلکت بکنید. اگه به هر دلیل اون راننده وقتی رفت اونجا خرید و انجام داد چیز رو پیدا نکرد بهتون پیام میده، میگه مثلا من رفتم فلان چیز رو بخرم پیداش نکردم، پیام میده توی خود همین اپه. دوست دارید اینو واسهتون بگیرم یا کلا نگیرم یا ریفاند بزنم چیکار بکنم؟ در مورد بیسکویت هم خیلی فرقی نمیکنه، میتونم بگم مثلا پیدا نکردی اینو جاش بگیر، هیچ تفاوتی نداره. در مورد سیب هم اگر پیدا نکرد میتونه این یکی رو واسش بگیره. سیب خیلی فرقی نمیکنه، اگه پیدا نکرد میتونه اینو جاش جایگزین کنه. در مورد خیارم فکر کنم اون گزینه چیز که در واقع ارگانیک نمیخوام، فکر من این خیاره همیشه هست، ولی حالا اگرم پیدا نکرد میتونم بگم که مثلا دونه ای بخره، اگه دونه ای داشته باشه میتونم از این آسان بخره، فرق نمیکنه. میگم باز نیاز نیست همین گزینه ها رو الان مشخص کنید، چون اگر خودش چیز رو پیدا نکنه بهتون پیام میده. خب منتظر میمونیم تا راننده کارش رو شروع کنه و بعد بهمون اطلاع. اینجا به بعد دیگه نشون میده که اوردر تایید شده و مراحل نشون میده. حالا فعلا هنوز راننده ای تایید نکرده که خرید انجام بده. مرحله بعدی میگه اوکی مثلا فلانی فلان راننده تایید کرد که خرید انجام بده. مرحله بعدی میگه در حال خریده و نهایتا میگه اوکی توی مسیر مثلا داره میاد. مرحله به مرحله نشون میده که چه اتفاقی داره میفته. حالا بعد از حدوداً یه 45 دقیقه مشخص است که راننده کیه. حالا مشخصاتش اینجا نوشته، گفته که توی 16 تا خرید اخیرش ریت 5 گرفته که خیلی خوب بوده، کلا 58 تا حالا اوردر انجام داده واسه افراد و اکسترا افورت انجام داده، اسموس دلیوری داشته و مشخصاتش نوشته. کم کم نشون میده که اوکی داره خرید رو انجام میده و اگر آیتمی چیزی سوال داشته باشه خب پیام میده مثلا این آیتم رو پیدا نکردم، یا مثلا این قیمتش فرق کرده، کم شده، زیاد شده، پیام میده. که همین الان هم پیام داده، ببینم چی گفته. پیام داده گفته که استرابری رو پیدا نکردم، گفته چیز دیگه ای میخوایی جاش، گفته که استرابری پیدا نکردم.
بهش میگم که نه چیزی نمیخوام، یا یه چیزی حالا برسته نظرتو میتونی بگی چیز دیگه ای بخره، یا اینکه نه کلا ریفاند کنه. خب حالا داره خریدار کم کم انجام میده. گزینه اول نشه 16 آیتم همچنان در حال خریدن استیل شاپینگ، بعد 3 تا آیتم رو برداشته، مثلا اون فلفل دلمه رو برداشته، سیب رو برداشته، اون پرتقال رو برداشته و یه دونه آیتم هم توت فرنگی بود که پیدا نکرده بود، که من گفتم با چیزی جایگزین نکن و ریفاند کن هزینهشو، ولی کلا الان نشون میده که در حال خریده. یه موزم خرید، موزم اومد تو لیست شاپ، همچنان در حال خریده، فکر کنم تو قسمت میوه هاست الان داره اینا رو میگیره. راننده خریدار انجام داده، بعد الان روی نقشه نشون میده که کجاست و داره میاد در واقع سمت خونه ما، و اینجوری که گفته ساعت تا 8:39 دقیقه اینجاست. حالا قرار بود که گفته تا ساعت 9 باید سفارش رو تحویل بده، که خب زودتر هم اومده دستش در نکن. از اینجا بعدش تقریبا شبیه به اوبر و اینجور چیزاست، فقط راننده رو نشون میده که در میاد به سمت در خونه که وسایل رو تحویل بده. خب خریدمون رو اووردن، دو تا در واقع بگه که وسایل خیلی مرتب و شیک توش چیده. یه نگاهی هم بکنم ببینم چیا خریده. خب این فلفل دلمه بود که سفارش دادم، فلفل دلمه من میذارم اونجا. اینم در واقع نارنگی و پرتقالی که گرفتیم، جعبه شیرین عسل، شیرنی واسه اسنک خوبه، ماست واسه خوشمزه. اینم در واقع سیباس، پلاستیک سیب. این یکی ناگت چیپس، اینم جعبه، اینم جعبه خیارات، بسته‌بندی شد این شکلی. این زیرش هم فکر میکنم بیسکویت ها باشه. این وسایلی هست که این یکی این جعبش بود. آه اون قارچ هم زیره، اینم قارچ هم. کاوه خوبی گرفته. خب تو این جعبه ببینیم چی داره. موز تو این جعبه هست، موز، چیپس، اونم پایین هم که همبرگر، مرغا، مرغ که گرفتم بشین و اینم که پنیر فیلادلفیا که آخر سر پیدا کردیم، بیسکویت و اینم تخم مرغ. تخم مرغ یکی میخواست بگیره، من تخم مرغ 12 تایی سفارش داده بودم ولی خب پیدا نکرده بود، اینو در واقع جایگزین کرده بود. اینم خرید ما، دستش تنگ نکنه. دوستان مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.